کتابی که خدای یکتای مسلمانان بر پیامبرشون نازل کرده و یک معجزه خونده میشه از نظر کسانی که به این موضوع باور دارند مهمترین علت اعجاز تغییر نکردن متن این کتاب در طول 1400 سال خونده میشه با این باور که خود خدای یکتای مسلمانان ازش محافظت کرده اما افرادی که این استدلال رو به کار میبرند یا در صفحه کسانی هستند که از مسلمان بودن انسانها ها نفت میبرن یا به دلایلی خودشون رو به نشنیدن، ندیدن و نفهمیدن میزنن. اگه به یکی از این دو دسته تعلق دارین و شنیدن چیزی برخلاف باورهاتون به خشم میاین لطفا همینجا این ویدیو رو ببندین و ادامش رو نبینین. پیش از این درباره فاریت های دو اندیشمند آلمانی صحبت کردیم و اینکه نتیجه بررسی های یکی نشون داده که بخشی از قرآن کتاب مقدس مسلمانان همون سرود های مذهبی که مسیحیان سوریانی صدها سال پیش از ظهور اسلام در کتاب هاشون ثبت کردند. مثال این مورد سوره 23 به اسم المومنونه که متن آیه های یک تا یازده در اصل یک نیایش به زبان آرامی برای مسیحیان بوده. متن این نیایش در قرن چهار میلادی یعنی نزدیک به 200 سال پیش از دوری پیانبر مسلمانان نوشته شده. توضیحات بیشتر در بارش رو هم میتونید در ویدیویی ببینید که لینکش رو در بخش توضیحات این ویدئو در یوتیوب اضافه کردیم. بخش دوم بس به نسخه های خطی قرآن رب داره. برخلاف باور عامه مسلمانان که تصور میکنن متن قرآنی که در دست دارن هیچ وقت تغییر نداشته و عین همون چیزیه که در دوری پیامبرشون بوده همین الان صدها نسخه خطی از این کتاب در سراسر دنیا وجود داره که بخش هایی از متن هر کدام اختلافات زیادی با بقیه داره. دلیلش نبودن نقطه و اعراب مثل فتح و کسره در متن در سالهای نخستیه که متن این کتاب نوشته میشد. یعنی کهندترین نسخه های قرآن رو که پیدا کنید در متن هیچ کدام نقطه یا اعرابی وجود نداره. نتیجه اینکه بعد از نزدیک به دویست سال بعد از ظهور اسلام وقتی بنابر اضافه کردن نقطه و اعراب به این متنها میشه هر کسی بر اساس برداشت خودش نسخه هاش رو به متن قرآنی که داشته اضافه میکنه. این کار باعث میشه در قرن دوم هجری یعنی در دوره‌ای که جامعه مسلمانان صدها نسخه مختلف از کتاب خودشون رو در خانه ها داشتن حاکمان وقت به فکر یک دست کردن این متن ها بیفتند و البته که کار راحتی هم در پیش نداشتند. در نهایت تلاش ها برای یکسان کردن متن قرآن باعث میشه به جای صدها نسخه مختلف بین هفت تا ده نسخه از این کتاب به رسمیت شناخته بشه. نسخه‌ای که افراد دارای تخصص ویژه در قرائت قرآن در اختیار داشتند و هر کدام مدعی بودند که نحوه خوندن متنش رو از مسلمانانی به اسم این آموختند. یعنی کسانی که با یک یا چند نفر از صحابه یا یاران نزدیک پیامبر مسلمانان دیدار داشتند ولی خود پیامبرشون رو ندیدند. نکته مهم اینه که هر کدام از این افراد تاکید داشتن که قرائت اونها از آیه های این کتاب درستره و حاضر به تغییر نسخه خودشون نشدند. این موضوع رو که دنبال کنید نکته اول اینه که بخش عمده کسانی که به اسلام باور دارن از اینکه همین الان دست کم هفت نسخه مختلف از کتابشون وجود داره بیخبرن و اصرار دارن که متن این کتاب در طول 1400 سال هیچ تغییری نداشته و همین تغییر نکردن از نظر اونها یک معجزه است. علمایی هم که از ماجرا خبر دارند در این باره اطلاع رسانی نمی کنن و هر زمان هم کسی ازشون سوالی پرسیده اغلب اینطور استدلال کردن که اختلاف بر سر تلفظ هاست و, و تا زمانی که اختلالی در معنی ایجاد نشه مشکلی وجود نداره اما نکته اینجاست که وقتی سراغ نسخه های کهنتر از این کتاب برین تغییر در اعراب و نقطه ها میتونه معانی متفاوتی به متن بده بعد از انتشار ویدیوی قبلی متوجه شدیم که عده از متعصبان مذهبی برخلاف هشدار ابتدای ویدیو اون رو دیدن و همونطور که پیش بینی میشد خشم و نفرت خودشون رو در کامنت ها خالی کردند بدتر اینکه وقتی لینک های مرتبط بهشون داده شد تا جزئیاتی رو که لازم داشتن بررسی کنن حاضر به جستجوی بیشتر نشدن در این میان البته همراهانی هم بودن که در کامنت هاشون اطلاعات بیشتری درباره بحث اصلی ارائه کردن از جمله این همراهمون با لینک یه ویدیو حاوی بخشی از صحبت های یکی از آلمانی هایی که در ویدیوی قبل به سرنوشتش پرداختیم لینک این ویدیو را هم مثل همیشه میتونید در بخش توضیحات همین ویدیو در یوتیوب پیدا کنید. نام نویسنده این کتاب مستعاره. متن کتاب هم نتیجه بررسی های نویسنده است درباره متن قرآن. این کتاب در فهرست منابع ما هست و همین که تهیهش کنیم به جزئیات بحث خاش میپردازیم اما تهیه کننده های ویدئویی که لینکش در بخش توضیحات همین ویدیو در یوتیوب اضافه شده تونستن نویسنده کتاب رو پیدا کنن و بخشی از یافته هاش رو باهاش مرور کردن از جمله اینکه نزدیک به یک پنجم تا یک چهار روم این کتاب شامل واژه ها و عبارت هایی که در زبان عربی معنایی ندارند. ولی وقتی عبارتها رو به زبان سوریانی بررسی می کنیم، بیشتر اونها معنا پیدا می کنند. سوریانی یکی از شاخه های زبان آرامیه که در قرن سوم میلادی به زبان غالب در بخش زیادی از حاشیه شرقی مدیترانه تبدیل شده بود. خود مسیح هم به زبان آرامی صحبت می کرد و در عصر امروز میشه دسته های اندکی از مسیحیان در محدوده های سوریه و عراق رو پیدا کرد که هنوز به زبان آرامی با هم صحبت می کنند. در اون دوره زبان عربی خیلی مرسوم نبود و برای همین از اون زمان مکتوبات بسیار اندکی به زبان عربی در دست داریم. حتی اینطور عنوان میشه که قرآن نخستین نوشته مکتوب رسمی به زبان عربی و پیش از اون کتابی به این زبان نوشته نشده بود طبیعی هم هست که روند تغییر زبان ساکنان محدودها از آرامی به عربی به تدریج بوده و در دوره ای هر دو زبان در ارتباطات اجتماعی به کار میرفتند. استدلالی که اساس بررسی های در این کتاب شده به این صورت که اون آیه های از قرآن رو که به نظرش برداشت ها ازش خیلی معنادار نبود در زبان آرامی بررسی کرد البته ابتدا سعی کرد معنای واژه ها در عربی رو که به تدریج کاربردشون رو برای یک واژه از دست دادن پیدا کنه یا ریشه اونها رو در زبان سوریانی شناسایی کنه. همینطور با توجه به اینکه اعراب و نقطه های متن قرآن صدها سال بعد از نوشتن نخستین نسخه ها بهش اضافه شده بررسی کرد ببینه که آیا با جابجا جا کردن نقطه ها و اعراب میشه معنای تازه برای واجه های مورد بحث پیدا کرد یا نه یکی از مثال ها از سوره مریم آیه 24 زمانی که مریم باردار دوچار درد زایمان شده و آرزو میکنه که ای کاش مرده بود و به فراموشی سپرده میشد فرشته ای بهش ندا میده که غمی نداشته باشه چون خدا در زیر پاش چشمه آبی پدید آورده پاسخه که خیلی با حال و روز مریمی که برای زایمان فرزند بی پدرش از اجتماع انسانها دور شده نمیخونه و همین زمین ساز بررسی های بیشتر لوکزمبرگ میشه. نتیجه اینکه معنای این عبارت در برداشت لوکزمبرگ اینه. غم مدار که پروردگارت به این زایمان تو مشروعیت داده است. پاسخی که احتمالا میتونسته به مریم باردار شاکی از وضعیتی که در اون اسیر شده آرامش بیشتری بده و به عنوان ادامه متن معنای بهتری داره البته تا این جای بس اختلاف متنها طوریه که میشه پذیرفت تفاوت معناها تاثیری در برداشت کلی از متن نداره منتها بس اینجا تمام نمیشه و مثالهایی داریم از اینکه برخی تغییرات در متن زمین ساز احکامی شده که بر زندگی روزمره انسانها ها تاثیر میذاره مثلا درباره مسئله حجاب در یکی از آیه های سوره نور که از مهمترین منابع برای تعیین حد هجاب مخصوصا برای زنان مسلمان به شمار میره از خمر اسم برده شده که در تفسیر علمای اسلامی شده ای که زنان دور سرشون میپیچند و همینطور واژه جیوب رو داریم که جمع واژه جیب به معنای سینه در تفاسیر اسلامیه ترجمهش هم شده دستوری به زنان تا روسریهاشون هاشون رو تا هاشون پایین بیارند. اما همین عبارت ها در نسخه که با استفاده از معنای واژه ها در زبان آرامی ترجمه شده این طوره که کمربند خود را دور باسن ببندید. منظور از کمربند هم چیزیه که بیشتر راهبان به عنوان نشانه ای از افت و نجابت روی لباسهاشون می بستند. توصیف بهشت و حوری هایی که در انتظار مردان مسلمان نشستن یکی از جالبترین مثال ها در بررسی متن عربی قرآن و مقایسش با واجه های آرامیه. به این صورت که در متن عربی بهشت سرزمینی با درختانی همیشه سبز توصیف شده که نرهای آب در اون جریان داره. مشخصا در یکی از آیه های سوری تور به مردان وعده هوری هایی داده شده که بر تخت های ردیف هم حضور دارند. واجه هایی هم که در توصیفشون به کار رفته معنا شده به باکره هایی با چشم هایی درشت. در بخش ابتدایی نبارت یعنی زوجناهم هم وعده ازدواج داده شده و از همی که در انتهاس می دونیم که این وعده داره به مردان داده میشه. حرف اضافه ب، به به معنای با در فارسی به کار رفته یعنی به مردان وعده ازدواج با کسانی داده شده که در بخش بعدی توصیف شدن. اما بخش بعدی کمی پیچیده است. هور معناش میشه سفیدی بسیار زیاد و این در زبان عربی معنایی نداره ولی مفسران برای اینکه معنایی براش پیدا کنن اون رو جمع واژه عین خوندن به معنای چشم در حالی که جمع چشم در عربی میشه اویون البته حتی با پذیرش معنای چشم ها برای این باز معنی کلدی این عبارت میشه کسانی با چشم های بسیار سفید و دوباره همین عبارت تفسیر شده تا معنای چشم های درشت ازش در بیاد از اون جایی هم که از ازدواج مردان صحبت شده حورهای مورد بحث به عنوان زنانی چشم درشت معرفی شدند چون در اسلام مردها تنها با زنها میتونن ازدواج کنن اینها همون حوری هایی هستند که در بعضی احادیث و تفسیرها هفتاد و دو, دو نفرشون در خدمت کسانی خواهم بود که در راه اسلام کشته شدن لوکزنبرگ دوباره با در نظر داشتن بیمعنا بودن عبارت چشم های بسیار سفید در توصیف هوری هایی که در این آیه ازشون صحبت شده به سراغ واجه های آرامی رفت و حتما حد زدین که برخلاف زبان عربی در زبان آرامی واژه عین وجود داره و معناش میشه بلورین همونطوری که واژه هور هم وجود داره و معناش میشه انگور با این تغییرات عبارتی که داریم میشه آنها را در زیر انگورهای بلورین به ازدواج هم در می آوریم. با اینکه همین عبارت ها حدی معنا داره ولی باز کمی بی ربطه و نمیدونیم که این ازدواج بین چه کسانی رخ میده. پس اوگزنبک به بررسی هاش ادامه میده و به برداشت خازه و بسیار ساده میرسه. از بحث قبلی میدونیم که نقطه و اعراب بعدها به متن اضافه شده و اینطور به نظر میرسه که نقطه های این دو حرف اضافی هستند چون با برداشتن اونها عبارتی که داریم در زبان آرامی معنای تازه پیدا میکنه و میشه استراحت کردن پس معنای نهایی این عبارت به جای اینکه وعده ازدواج با حوری ها باشه میشه به آنها اجازه میدهیم که در زیر انگورهای بلورین استراحت کنند یعنی مسلمانان خامی که با وعده رسیدن به 72 هوری چشم درشت خودشون رو به کشتن میدن حتی در صورتی که وعده بهشت بعد از شهادتشون درست باشه و به این سرزمین برن احتمالا سبدهایی از انگورهای بلورین در انتظارشون خواهد بود نه 72 و باکره چشم درشت برای کسانی که میخوان درباره ریشه های آرامی متن عربی قرآن بیشتر بدونن در همه یوتیوب منابع زیادی در دسترسه از جمله ویدیوهای مربوط به مصاحبه های این مرد در ویدیویی که لینکش رو در بخش توضیحات همین ویدیو در یوتیوب اضافه کردیم میتونید صحبت هاش رو بشنوید درباره اینکه چطور اعراب برای صدها سال با آموزش زبان آرامی در سرزمین های تحت امر خودشون مشکل داشتن و حتی کمتر از یک دهه پیش آموزش این زبان در سوریه، ترکیه و عراق ممنوع بود. پاسخ پروفسور سوما اینه که در صورت آشنا شدن مردم این سرزمین ها با ریشه های آرامی خودشون کم کم از نفوذ اسلام و مسلمانان کم می شد و برای همین حاکمان وقت کمر همت به نابودی زبان و فرهنگ آرامی بستند. اون حتی نشون میده که اسامی مکانهای معروف در سرزمین های عرب زبان امروز مثل کویت، دوبی یا یمن در زبان عربی بیمنام ولی در زبان آرامی معنادار میشن چون ساکنان این محدوده ها با اینکه زبانشون به تدریج تغییر کرده اسامی مکان ها رو به شکل کهنی که داشتن حفظ کردن از پژوهش های این پروفسور در یکی از مثال ها درباره حضور واژه های آرامی در قرآن هم استفاده شده در بررسی این سوره معروف یعنی کوسر واژه کوسر در زبان عربی معنایی نداره برای همین تفسیرهای زیادی براش داریم و مترجمهای مختلف معانی مختلفی رو برای ترجمهش به فارسی به کار بردن در این متنی که از ترجمه فولادوند داریم کوسر به یک چشمه تعبیر شده و تفسیرش اینه که کوسر چشمه ای در بهشته اما همونطور که باز دوباره احتمالاً هستید، زدین کوسر بیمنا در زبان عربی که کلی دربارش تعبیر و تفسیر شده در زبان آرامی واجعی معنا داره و میشه در صبوری در انتظار و منتظر بودن در این برداشت کسانی که داشتن این متن رو از آرامی به عربی تبدیل میکردن نمیدونستن معنای کوسر چی میشه و برای همین به همون شکلی که بوده در متن عربی اضافش کردن. در آیه بعدی این هر که به قربانی کردن تعبیر شده و البته معنای تحت لفظیش در عربی میشه سربریدن با اضافه کردن یک نقطه بهش تبدیل میشه به واژه آرامی انجر به معنای ثابت قدم بودن و پشت داشتن واژه امروزین نجار هم همریشه ی همین واژه است به این ترتیب با ترجمه این دعایه بر اساس معانی آرامی واجه ها متن دعایه اول سوره کوسر میشه ما به تو صبوری دادیم و در انتظاری که میکشی به درگاه پروردگارت نیایش کن و ثابت قدم باش متنی که به مراتب معنی دارتر از اون چیزیه که بعد از تعبیر و تفسیرهای زیاد برای این متن در زبان عربی داریم جستجوهای ما در باری این بحث ها و البته اشارات همراهان شبکه در کامنت هاشون به نقش سلمان فارسی ایرانی در ظهور و توسعه اسلام ما رو به بحث تازه ای رسون در باری نوشته های یک ایرانی که ظاهرا یکی از دوره های قرآن از روش نوشته شده موضوعی که در ویدئوی بعدی بناس مفصل در بارش صحبت کنیم اگه تا اینجای ویدیو هم دیدین مثل همیشه لایک و کامنت یادتون نره کتابی که خدای یکتای مسلمانان بر پیامبرشون پیام کتابی که خدای یکتای مسلمانان بر پیامبرشون ناز دلیلش نبودن نقطه و اعراب مثل فتح و کسره در متن در سالهای نخست این دلیلش نبودن نقطه و اعراب در نهایت تلاش ها برای یکسان کردن متن قرآن با اسمش در نهایت تلاش ها برای یکسان کردن متن قرآن باعث میشه به جای صد ها نسخه در نهایت در نهایت تلاش ها برای یکسان کردن متن نسخه هایی که افراد ویژه در افراد ویژه نسخه هایی که افراد دارای تخصص ویژه در قرائت قرآن در اختیار داشتند در نهایت تلاش‌ها برای در نهایت تلاش ها بر در نهایت تلاش برای بر بر یکسان یکی از مثال ها از سوره مریم آیه 24 زمانی که مریم باردار دوچاره در درد بی در درمان زمانی که مریم باردار دوچاره در ای بابا یکی از ها از سوره مریم آیه 24 زمانی که مریم باردار که از مهمترین منابع برای تعیین حد هجاب مخصوصا برای زنان مسلمان به شمار میره از خمر اسم برده شده که در تفسیر علمای اسلامی شده جامعی که زنان دور سرشون میپیچن میپیچن از خمر اسم برده شده که در تفسیر علمای اسلامی شده جامعی که در ویدئویی که لینکش رو در بخش توضیحات همین ویدیو در یوتیوب اضافه کردین كابيما